انجمن تخصصی تصویر و صدای اروپا برتری لنزهای سال رو تو سال 2023 و اوایل 2024 انتخاب کرد که معروف به ایزا اوارد ای یا ایزا اوارد ای در واقع جوایز ایزا یا ای همون ای که ما ویدیو قبلی راجع به دوربین ها و بهترین دوربین ها صحبت کردیم این ویدیو راجع به بهترین لنزهای سال 2023 صحبت کنیم بریم سراغ ویدیو واتس اپ رفقا به کانال من خوش اومدید توی این ویدیو قرار راجع به برتری های سال صحبت کنیم تو ویدیو گذشته راجع به برتری دوربینهای سال صحبت کردیم که هر دوش انتخاب انجمن تخصصی صدا و تصویر اروپا به نام EISA ایزا یا ایزا تحت عنوان ایزا ای وارد انتخاب میشن خب دو تا نکته از قبل اینکه وارد ویدیو بشیم باید راجع به صحبت کنم این که بچه ها چیزایی که داریم تو این ویدیو میگیم این نیست که تا این سال اون لنز بهتره این که در سال 2023 این لیز هایی که معرفی شدن کدوم یکیش بهتره پس دقت کنید تو انتخابتون اگر من میگم این دوربین در سال 2023 بهتره نگید که خب این دوربین تا حالا بهتره اینو دقت داشته باشید دکتر دوم اینه که تخصصی لز بیاد راجع در واقع روی چند بخش تقسیم بندیش میکنه یکی که آقا پرایم باشه یا زوم باشه دوم اینکه واید باشه باشه، استاندارد باشه پورتری باشه یا تله باشه یا سوپر تله باشه یا ماکرو باشه برای اساس میاد انتخابش رو انجام میده بریم سراغ انتخابای ایزا اوارد یا اوارد گوز تو یه چیزی جایزه لنز سال میرسه به سونی لنز 20 70 جی اف 4 جی نه از سرا این در واقع جی البته این لنز 20 و دلیلش هم اینه که بسیار فوکوس قوی داره بسیار سبک نسبت به لنز جی 488 گرمه و یک فوکال خیلی مناسب همه کاره در اختیار ما قرار میده که برای فول فریم هم درست شده و میتونه جایگزین مناسب 2470 جی جیبستر خیلی گرون قیمتش باشه پس لنز سال شد برای سونی جایزه واید انگل زوم لنز یعنی دوربین واید باشه و به صورت زوم هم قابل استفاده باشه یعنی فوکلای مختلفی داشته باشه میرسه به تامرون 2040 f28 و تامرون هم مثل سونی تو این جوایز خیلی بهره من بوده تامرون یک لنز 2040 داده با f28 که خیلی خیلی تو رنج واید لنز خوبی بوده خصوصیتش 365 گرمه و افش هم ثابت میتونی نگه داری اف دو هشته اینه ولی رنجی که به نظر من داره 20 تا 40 رنج کمیه یعنی عملا 20 تا 40 استفاده آنچنانی خیلی به نظر من نداره ولی اگر کسی که میخواد کار عمومی کنه همچنان تابرون 28-75 اونم نسل دوش جی توش به نظرم هم لیز همه کاره و خوبیه ولی اینجا تو این سال تابرون 20 اف F28 انتخاب شده وزن 365 گرم برای فول فریم هم هست جایزه استاندارد پرایم لنز میرسه به سونی جی مستر 50 اف 1 و 4 که یک لنز 516 گرمیه و خب لنز فوق العاده سال قبلش هم فکر میکنم 50 اف 1 و 2 معرفی شد که اون در واقع وزنش بکنم 780 گرم بود و وزنش با این متفاوته و از اون ور قیمتاشون هم خیلی تفاوت داره اون F1 و و F1 2 تفاوت قیمتش فکر میکنم 800 دلاره ولی همچنان توی فوکال 50 اگر یه لنز پرایم خوب میخواید به نظر من این لنز F1 و 8 55 زایس هنوز لنز فوقلاده و شارپیه البته تو امسال معرفی نشد و من فقط دارم کنارش معرفی میکنم لنز پرتر سال میرسه به نیکون نیکون 85 اف 1 2 اس و یک لنز بسیار بسیار قوی ولی سنگین 1160 گرم فکر میکنم قیمتش هم بالاست 2800 دلاره اتو و تغییر فوکوس بسیار خوبی داره اتو خیلی دقیقه تغییر فوکوسش خیلی درمه و بوکه ها و شارپی عجیب غریبی به تصویر میده ولی که گفتم قیمتش خیلی بالاست و خیلی هم سنگینه ولی با دوربین Z8 که من گفتم دوربین سال شد یک ترکیب بی‌نظیری برای تصاویر پرتره میتونه ایجاد کنه نیکون زنده مان خب وقتش بود کنون وارد بشه تو برتری لنز تلفوتو سال رو به خودش اختصاص بده کنون RF 135 F1.8 L USM که برای فول فریم و وزنش فکر میکنم 935 گرم باشه و از اون ور پنج و نیم استاب استابلایزر داره پنج و نیم استاب نوری استابلایزر داره که دقت کنید برای لنز های تلفوتو هرچی میره بالاتر این استابلایزر هم خیلی مهمتر میشه اپتیکال ایمیج استابلایزر البته اما جایزه بعدی باز هم میرسه به نیکون نیکون امسال خیلی خیلی کار کرده لنز سوپر تلفوتو که میرسه به نیکون زد 400 میلیمتر اف چهار و نیم و ویارس هم آخرش داره قیمتش رو بذارید براتون بگم 3250 دلاره با وزن 1160 گرم که برای فول فریم و پنجوری به استاپ نوری هم استابلایزر اپتیکال داره نیکون دو تا لنز فوق داده به بازار که البته وزنشون هم یه ذره زیاده ولی توی بوکه و شارپی و فوکس واقعا عالیان اگه با زد 8 یا با زد 9 ترکیب شن یه ترکیب برنده عجیب غریبیه تلفوتوی قبلی با فوکال ثابت بود اما تو فوکال متغیر میشه تلفوتو زوم لنز خب توی این قسمت هم تابرون برنده است چرا چون یه تلفوتو زوم لنز ساخته از 50 تا 400 فوکال 50 تا 400 اف 4 و 5 تا 6 ممیز و برای دوربین های سونی فول فریم اون لنز قبلی تابرون هم برای دوربین های فول فریم سونی بود برای دوربین فول فریم سونی وزنش 1155 گرمه و سه استاپ نوری هم لرزشگیر داری ولی دقت کنید 50 تا 400 فوکال خیلی خیلی زیادی رو کاور میکنه و این برندش کرده بریم سراغ سوپر تلفوتو زوم لیز. یعنی همون تلفوتو زوم لیز ولی سوپر یعنی خیلی 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 دیگه فوکال بیشتر بالاخره سیگما پیدا شد با لنز 60 600 و اف 4.5 تا 6.3 یعنی همون افی که تلفوتو زوم تاب رو داد این هم همون افو داره و برای سونی هم هست این لنز برای سونیه. سونی فول فریم های سونی وزنش خیلی زیاده دو کیلوگرم وزنش اما استابلایزر 6 تا 7 استاپ نوری اپتیکال ایمیج استابلایزر داره بستگی به اون فوکالی که داریم استفاده میکنیم ولی خیلی ازش تعریف شده من ویدیوهای خیلی زیادی دیدم که از این سیگما خیلی تعریف کردم یک لنز داره تو همین این ولی اونم فوق العاده است تامرون تا الان دو تا داشت نیکون دو تا داشت سونی هم دو تا داشت اما لنز آخر تو قسمت آخرم ماکرو لنز که خودتون برید تو لیست یه نگاهی بندازید ماکرو لنز هم اونجا ببینید و ببینید اسمش چیه حداقل یک بار تو اون وبسایت هم رفتید و سالای بعدم میتونید این در واقع اوارد رو یا همون جایزه ها رو سایت ببینید پس ماکرو رو به عهده خودتون میذارم خب امیدوارم که این ویدیو به درد خورده باشه مثل همیشه سلامت باشید سلامتی توی از همه چیز واجب تره خدا